سلام بر شما، به خبر 8 صبح خوش آمدید. پیام رهبر انقلاب در پی شهادت سید مجاهد رشید و فداکار سید هاشم صفی الدین. امروز هم حزب الله قوی ترین مدافع لبنان و مستحکم ترین سپر در برابر طمع‌ورزی رژیم صهیونیست که از دیرباز تجزیه لبنان را هدف گرفته بود. رئیس جمهور در بازگشت از روسیه پس از شرکت در اجلاس بریکس، تفاهم سران کشورها درباره روابط پولی، بانکی و تجاری توطئه‌های آمریکا و متحدانش را خنسا می‌کند. صندوق جداگانه‌ای درست بشه، کشورها بتونن از طریق اون صندوق به همدیگه کمک بکنن و این بحث تحریم‌ها و این کارهایی که آمریکا می‌کنن این رو بتونن خنسا بکنن. حمله رژیم صهیونی به محل اقامت خبرنگاران در جنوب لبنان با 3 شهید و شماری زخمی. سخنگوی ارتش صهیونیستی از هلاکت 5 نظامی در نبردهای جنوب لبنان خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان گرامی صبح شما بخیر، با بخش خبری 8 صبح با شما هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به جوانان عزیز جبهه مقاومت با تجلیل از شخصیت جناب سید هاشم صفی الدین رضوان الله علیه رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کردند امروز هم حزب الله قوی ترین مدافع لبنان و مستحکم ترین سپر در برابر طمع‌ورزی رژیم صهیونیست که از دیرباز تجزیه لبنان را هدف گرفته بوده است. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جوانان عزیز جبهه مقاومت، سید مجاهد رشید و فداکار جناب سید هاشم صفی الدین رضوان الله علیه به صف شهیدان مقاومت پیوست و ستاره درخشان دیگری آسمان جهاد در راه قدس شریف را مزین کرد. او از برجسته ترین شخصیت‌های بزرگ حزب الله و یار و همراه همیشگی جناب سید حسن نصرالله بود. حزب الله با تدبیر و شجاعت رهبرانی چون او بود که باز هم توانست لبنان را از خطر تجزیه و فروپاشی مصون دارد و تهدید رژیم قاصب را که ارتش شقی و ظالم آن گاه تا بیروت را لگدمال می کرد خونسا سازد. شهامت و فداکاری او و دیگر فرماندهان و مجاهدان محور نصرالله بود که خطر غصب و اشغال جنوب لیتانی و سور و دیگر شهرهای آن ناحیه و انضمام آن به فلسطین مغصوب و اشغال شده را از سر لبنان رفع کرد و جان و مال و آبروی ارزشمند حزب الله را در راه حفظ تمامیت ارضیان کشور به میدان آورد و رژیم صهیونی متجاوز و جنایتکار را ناکام گذاشت. امروز رهبرانی چون نصرالله و صفی الدین به ظاهر در این نشأه حضور ندارند، ولی روح و رهبری آنان در میدان حاضر است و از لبنان و مردم بی‌دفاع آن دفاع می‌کند. امروز هم حزب الله قوی‌ترین مدافع لبنان و مستحکم‌ترین سپر در برابر طمع‌ورزی رژیم صهیونیست که از دیرباز تجزیه لبنان را هدف گرفته بوده است. دشمن کوشش می‌کند نقش فداکارانه حزب الله برای لبنان را انکار کند. دلسوزان لبنان نگذارند این سخن باطل از حنجره آنان شنیده شود. حزب الله زنده و روینده است و نقش تاریخی خود را ایفا می کند. جمهوری اسلامی نیز مانند همیشه به مجاهدان قدس و مقاومت کنندگان در برابر اشغالگری باند جنایتکار قاصب فلسطین کمک خواهد کرد به اذن الله. این جانب شهادت سید عزیزمان جناب صفی الدین را به خانواده گرامی و بستگان و همرزمانش در همه جبهه مقاومت تبریک و تسلیت عرض می کنم.
و السلام علی عباد الله الصالحین سید علی خامنه ای سوم آبان 1403. حزب الله همچنان به دفاع از مردم مظلوم غزه و لبنان ادامه می‌دهد. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه اعلام کرد محل تجمع و استقرار نظامیان صهیونیست را در شهرک‌های مالکیه و مرکبا هدف حمله موشکی قرار داد. حزب الله همچنین از حمله موشکی به شهر اشغالی صفد خبر داد. سخنگوی ارتش و رژیم صهیونیستی هم از هلاکت 5 نظامی ارتش این رژیم از جمله فرمانده 1 گروهان، 2 افسر و 2 نظامی دیگر در نبردهای جنوب لبنان خبر داد. هاگاری افزود 6 نظامی دیگر شامل 3 افسر و 3 نظامی دیگر هم به شدت زخمی شدند. همچنین چند نفر در پی شلیک 10 موشک و پهپاد از جنوب لبنان زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند روز گذشته 200 موشک از لبنان به سرزمین‌های اشغالی شلیک شده که شمار موشک‌های شلیک شده از سمت لبنان ظرف 2 روز گذشته به 400 فروند موشک رسید. همزمان ستاد اطلاع رسانی جنگ مقاومت اسلامی لبنان با انتشار پیامی اعلام کرد رزمندگان حزب الله در درگیری‌ها در خط مقدم جنوب لبنان با ضبط ویدیویی به همه دوستداران مقاومت اعلام کردند پرچم مقاومت هرگز به زمین نخواهد افتاد. رسانه‌های لبنانی از شهادت 7 نفر از جمله 3 کودک و 19 زخمی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک الخضر در بلبک لبنان خبر دادند. منابع خبری همچنین از بمباران هتل محل استقرار خبرنگاران در شهرک حاسبیا در استان نبتیه در جنوب لبنان خبر دادند. دفاع مدنی لبنان اعلام کرد در این جنایت اشغالگران 3 خبرنگار به شهادت رسیده و شماری هم زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر همچنین شب گذشته 12 بار به زاهیه جنوبی بیروت حمله کردند که در جریان آنها منطقه های هار هریک، برج البراجنه، شویفات و الحدث هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتری درباره خسارت‌ها یا تلفات احتمالی این بمباران‌ها منتشر نشده. رسانه‌های صهیونیستی نیز از درگیری شدید میان نظامیان این رژیم و رزمندگان حزب الله لبنان در روستای ایترون در جنوب لبنان خبر دادند. خب در ارتباط با اتفاقات لبنان و آخرین اخبارش گفتگو میکنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در لبنان. آقای حسینی سلام بر شما و خدا قوت. از آخرین اخبار بفرمایید، به خصوص در خصوص این حمله‌ای که نسبت به محل استقرار خبرنگاران بوده، آیا خدای نکرده از همکاران ما هم کسی آسیبی دیده؟ با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و بینندگان عزیز و محترم. شما به حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان از جمله منطقه زاهیه جایی که ما هستیم اشاره کردید. منطقه زاهیه شب گذشته هدف چند حمله هوایی شدید قرار گرفت. در 7 حمله‌ای که صورت گرفت 3 حمله به شدت سنگین بود که موجب انهدام چندین برج یا ساختمان چند طبقه شد. اما خبری که الان همه رسانه‌ها به اون میپردازن هدفگیری عمدی و مستقیم جمعی از خبرنگاران در منطقه حاسبیا در جنوب شرق لبنان هست، جایی که خبرنگاران سحرگاه امروز هدف قرار گرفتن کاملا مشخص بوده برای رژیم صهیونیستی. جایی هستش که فقط خبرنگاران هستن اونجا، مردم عادی هم اونجا نیستن و هیچ گونه نشانه نظامی یا افراد نظامی در اونجا اصلا حضور ندارن. خبرنگاران در اون مکان سحرگاه امروز هدف 2 موشک جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفتن در حالی که خواب بودن. تصویر بردار شبکه تلویزیونی المنار لبنان، تصویر بردار و مهندس SNG یا مهندس برنامه پخش زنده شبکه المیادین لبنان به شهادت رسیدن.
و تعداد دیگری از خبرنگاران از شبکه‌های مختلف زخمی شدند. این حمله دقیقا در حال صورت گرفت که رژیم صهیونیستی کاملا مطلع بود که اونجا فقط خبرنگاران هستند و ما الان شاهد این هستیم که بعد از هدفگیری عمدی و مکرر آمبولانس ها و نیروهای امداد و نجات در مناطق مختلف لبنان به ویژه در منطقه جنوب لبنان، الان رژیم صهیونیستی به طور عمدی و مستقیم داره خبرنگاران رو هدف قرار میدن. در مکانی که خبرنگاران هدف قرار گرفتن تیم خبری سازمان صدا و سیما اونجا حضور ندارن، اینها قبلا در منطقه مرجعیون بودن که ارتش لبنان اونها رو به منطقه هاسپیا منتقل کرد و از اونجا خبرنگاران به دو بخش تقسیم شدن. یک بخششون رفتن شهر سور در جنوب لبنان، خبرنگاران صدا و سیما و تیم خبری صدا و سیما هم به شهر سور منتقل شده بودند. هدف حمله رژیم صهیونیستی به خبرنگاران کاملا مشخص، رژیم صهیونیستی نمیخواد هیچ روایتی جز روایت خودش و روایت رسانه‌های غربی از تحولات لبنان منتشر بشه. بله خیلی ممنونم از شما آقای سید حسن حسینی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در لبنان. مراسم وداع با پیکر شهید حیدری، پزشک ایرانی ساکن لبنان، در معراج شهدای تهران برگزار شد. قرار است پیکر شهید حیدری امروز بعد از تشییع در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بنا به وصیت شهید در حرم امام خمینی رحمت الله علیه به خاک سپرده شود. فیلم واقعا. از لبنان آمده برای خدمت رسانی به زائران اربعین. تصاویری که مربوط به سالهای 1398 تا 1400 است. علی حیدری پزشک ایرانی که نزدیک به 3 دهه ساکن لبنان بود. فرزندان ایشون همه لبنان به دنیا آمدن. میتونستن براشون شناسنامه لبنانی بگیرن و از تمام امکانات یک شهروند لبنانی بهره مند بشن، ولی به خاطر اون عرق بالایی که داشتن برای همه فرزندانشون شناسنامه و گذرنامه ایرانی گرفتن. اما سالها قبل از آنکه برای بچه‌هایش شناسنامه و گذرنامه ایرانی بگیرد، حدودا 19-20 سالگی می‌رود جبهه‌های جنوب ایران و رزمنده دفاع مقدس می‌شود و چند سال بعد سر از بیروت درآورد. آن موقع ها یک پزشک عمومی شده بود. سال 75 وقتی حدوداً 34 ساله بود. ایشون با یک ساک و 50,000 تومان پول بدون اینکه در حقیقت پشتوانه خاصی داشته باشه کاملا جهادی و داوطلبانه عزیمت کردن به لبنان. مسیری که ازدواج و البته پزشکی ماندنی ترش کرد در منطقه جنوبی لبنان. ایشون آنچنان خدمت بهداشتی تو لبنان برای همه، برای مسیحی‌ها، حتی برای یهودی‌هایی که اونجا زندگی می‌کردن، حزب الله که دیگه جای خود باشد. حالا بعد از سالها آقای دکتر برای همیشه برگشت به وطن. یک ریال از بیماراش نمی‌گرفت، مطب داشت از جیب خودش خرج می‌کرد. بعد هم که رفت تا همین روزهای آخر که دکتر علی حیدری به 63 سال رسیده بود. مردی که از فکه و ولفرج مقدماتی ایران تا جنوب لبنان برای یک هدف زندگی کرد. دکتر جان، اینا که میان اون طرف 5 نفر شدن، من پسرم میمونه اینجا. در مورد خود من هم که من، شما چون برادر بزرگوار من هستی، این رو هم بگم، من هم احتمال زیاد، به احتمال خیلی زیاد، اگر خدا بخواد با آرزوم میرسم. تو وصیت نامم نوشتم که اگر جسدی از من باقی موند، دوست دارم که کنار امام خمینی دفن بشم. و قرار است کنار مردی آرام بگیرد که تنها وصیتش بود. محبوب بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس جمهور پس از سفر 3 روزه به قازان روسیه و شرکت در 16 اجلاس سران بریکس شامگاه پنجشنبه به کشور بازگشت. آقای پزشکیان در بدو ورود به تهران هماهنگی و انسجام کشورهای عضو بریکس را خونسا کننده تحریم‌های آمریکا و غرب ارزیابی کرد و به تبیین دستاوردهای این سفر پرداخت. بیانیه‌ای که در حقیقت در آخر
اعلام شد بیانیه خوبی بود، هم در رابطه با در حقیقت تقبیح و محکوم کردن قتل و جنایت و کشتاری که اسرائیل در غزه و در لبنان داره انجام میده، و هم در رابطه با اینکه کشورهای عضو با همدیگه بتونن ارتباط پولی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و کارشناسی و امنیتی رو با هم داشته باشن. من تصور میکنم اگر اون چیزی رو که اولا در اون سمینار وجود داشت عملیاتی بشه، از این ور با گفتگوهایی که با کشورهای همسایه داشتیم بتونیم عملیاتی بکنیم، این توطئه‌ای که آمریکا و کشورهای طرفدارش دارن انجام میدن به مرور خونسا خواهد شد و اونا نخواهند توانست آن چیزی رو که ماها قادریم انجام بدیم خونسا کنن. رئیس جمهور با اشاره به مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و کاهش سلطه دلار به عنوان اهداف گروه بریکس گفت رویکرد تحریم و تمامیت خواهی آمریکا به عنوان یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در کشورها مورد بررسی قرار گرفت. آقای پزشکیان همچنین دیدارهای دو جانبه با سران 10 کشور در حاشیه این اجلاس را فرصتی مغتنم دانست و تشکیل صندوق مستقل بریکس را از جمله راهکارهای مؤثر برای مقابله با تحریم‌های آمریکا برشمرد. کاری بکنیم که صندوق بین‌المللی پول و صندوق جهانی که در حقیقت زیر نظر آمریکا و کشورهای مربوطه سیاست‌های اونا رو اعمال می‌کنه، یه صندوق جداگونه درست بشه، کشورها بتونن از طریق اون صندوق به همدیگه کمک بکنن و این بحث تحریم‌ها و این کارهایی که آمریکا و کشورهایی که با سیاست آمریکا دارن همکاری میکنن این رو بتونن در حقیقت خونسا بکنن. راه آهن رشت آستارا سال هاست که به عنوان حلقه مفقوده راهگذار شمال جنوب شناخته شده. خط آهنی 162 کیلومتری که برآورد شده در سال اول بهره برداری 10 میلیون تن معادل 1 میلیارد یورو برای کشور درآمد کسب کند. قرارداد ایجاد راهگذر شمال جنوب سال 2000 بین روسیه، ایران و هند امضا شد. کشورهای دیگر از جمله ارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه بعدها به آن پیوستند. کارشناسان معتقدند با بهره برداری از این راهگذر امکان کاهش زمان حمل کالا از شرق آسیا از 42 به 16 الی 21 روز وجود دارد، یعنی زمان حمل بار به نصف میرسد. وقتی که میگیم ترانزیت به اندازه نفت میتونه برای کشور ما درآمد داشته باشه، این مستلزم ایجاد زیرساخت است. یکی از اصلی ترین موضوع در ایجاد زیرساخت ها تکمیل زنجیره های کریدوری. حلقه مفقوده راهگذر شمال جنوب خط آهن 162 کیلومتری رشت آستار است که ساخت آن بیش از 20 سال است بر زمین مانده. دروازه طلایی برای شمال و جنوب هستیم. اگر بتونیم رو بحث کنیم، دنیایی از ظرفیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو میتونیم بحث کنیم. در سالهای گذشته بارها با نمایندگان روسیه برای آغاز ساخت این خط ریلی راهبردی مذاکره شده. پروژه های بسیار مهمه و دولت روسیه میگه که مصمم هستش که اجرا کنه. ایران هم استقبال میکنه. باید کار رو شروع بکنه که ما بتونیم بقیه زینفان هم تشویق بکنیم که بیان برای سرمایه‌گذاری در این زمین. خط ریلی که در صورت تکمیل شدن تنها در سال اول بهره برداری 10 میلیون تن بار ترانزیتی را جابجا و درآمد ترانزیتی کشور را افزایش خواهد داد. ولی اینکه ما این شرایطی ایجاد کنیم، یک سری در واقع اقدامات ما در ایران باید انجام بدیم به نظر من که این شرایط ایجاد بشه. یکی از اقدامات اینه که تسهیل تردد بار از داخل کشور هست، هم ورود در مبادی و هم عبور از در واقع مسیر. در حال حاضر ایران از طریق ریل در سرخس، اینچبورون و بنادر امیرآباد و کاسپیان به خزر و کشورهای حاشیه آن و از طریق آنها مستقیم یا با حمل و نقل ترکیبی به اروپا و آسیای میانه متصل است. تضامین متقابلی بین ایران، آذربایجان و روسیه باشه که بارهاشون رو از خاک ایران عبور بدن، قطعا این پروژه میتونه اقتصادی باشه برای کشور. قرار است این خط ریلی با سرمایه گذاری 1.6 میلیارد یورویی روسیه و با کمک های فنی این کشور توسط شرکت های ایرانی و در مدت 5 سال ساخته شود. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما. سازمان هواشناسی امروز از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان‌های ساحلی خزر، شمال شرق و شرق کشور خبر داد. همچنین این سازمان پیش‌بینی کرد شدت بارش‌ها در استان‌های گلستان،
خراسان شمالی، شمال سمنان و خراسان رضوی می باشد. در همین زمینه گفتگوی دارم با کارشناس هواشناسی آقای زرابی. سلام بر شما، بفرمایید. به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. آخرین تصویر دریافتی از ماهواره هواشناسی به زیبایی تداوم فعالیت سامانه بارشی رو در سمت شمال شرق و شرق کشورمون داره نشون میده. این سامانه دیگه امشب از مرزهای شرقی کشورمون خارج میشه. با اینها برای امروز در استان‌های گیلان و مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و جنوبی، همچنین بخشی از استان‌های یزد، ارتفاعات کرمان، در سمنان، ارتفاعات شرقی البرز کاملا شرایط برای بارندگی مهیاس. همین الان میشه اشاره کرد به نوشهر، به ساری و همینطور به گرگان در استان گلستان، خراسان شمالی به شیروان، اسفراین، بجنورد، خراسان رضوی به سبزوار، مشهد مقدس، ازشون بارندگی گزارش شده و به تدریج انتظار داریم بخشای شرقی کشورمون با وزش باد هم با عبور جبهه شاخه سرد این سامانه با وزش باد همراه بشه، شدت وزش باد رو در این مناطق داشته باشیم و البته برای امروز شدت بارش ها همچنان از آن استان های گلستان، خراسان شمالی، شمال سمنان و خراسان رضوی خواهد بود. حتی میتونه سیلاب و آب گرفتگی رو در این مناطق به شکل محلی به همراه داشته باشه. بارش در ارتفاعات با توجه به کاهش دما به شکل برف رؤیت خواهد شد. سایر نقاط کشور جو به نسبت آرومی رو خواهند داشت. برای فردا شنبه انتظار داریم در بخشی از جنوب غرب کشور و ارتفاعات زاگرس بارش رو ببینیم. در ساعات بعد از ظهر پیش رو داشته باشیم. از شب هم یه سامانه باشی از سمت شمال غرب وارد کشور خواهد شد و ارتفاعات شمال غرب کشور رو تحت تاثیر خودش قرار میده. پدیده غالب در نیمه شرقی عموما برای امروز وزش باد خواهد بود. البته وزش باد آب‌های دریای خزر به ویژه در ساحل مازندران همینطور بخشی از خلیج فارس و تنگه هرمز رو مواج و متلاطم خواهد کرد. ممنون از همراهیت. خیلی ممنونم از شما آقای زرابی. برداشت ذرت در کشور که از اواخر شهریور آغاز شد ادامه دارد. به گفته مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، پیش بینی می شود امسال حدود 17 میلیون تن ذرت علوفه ای و دانه از سطح زمین های زیر کشت این محصول برداشت شود. کشت ذرت در کشور امسال 400 هزار هکتار است که از این میزان سطح زیر کشت 80 هزار هکتار آن به ذرت دانه ای اختصاص دارد. حدود 16 میلیون تن پیشبینی تولید ما در ذرت علوفه یا سیلویس. ذرت دانه ای چون سطح زیر کشت ما به دلیل افت قیمت 23 هزار هکتار کمتر از سال گذشته شد که 650 تا 660 هزار تن تولید دانه ای ما خواهد. ذرت ما از برج 4 15 4 شروع می‌کنیم به کاشتش، برداشتش هم از اواخر برج 6. تو سیستم آبیاری بارانیمون حدود 50 تن برداشت کردیم. متوسط بین 18 تا 23 کیلو تو دامای مختلف مصرف ذرت علوفه‌ای شد. هرچند کشور در تولید ذرت علوفه‌ای خودکفاست، اما ذرت دانه‌ای با حدود 10 میلیون تن مصرف از طریق واردات تامین می‌شود. نیاز ذرت برای طیور و دام ما نزدیک حد اکثر 7 میلیون تن هست. 3 میلیون تن هم صنف و صنعت مصرف میکنن. محدودیتی که برای تولید دانه ذرت در کشور وجود داره، منابع آبی هست، ما را مجبور کرده که در تولید دانه ذرت دست به عصا را بریم. و اینجا در مؤسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال، فعالیت‌های تحقیقاتی و اصلاح نژاد با هدف کوتاه کردن دوره رشد، مقاومت به کم آبی و آفات و افزایش عملکرد ارقام مختلف ذرت انجام میشود. 12 هیبرید امیدبخش ذرت رو در دست معرفی داریم که عمل کردید چیزی در حدود 14 تن دارن. در گروه زودرس که حدود 10 تا 15 روز زودتر از ارقام دیرس میرسند و دور آبیاری کمتر مصرف دارند، نیز به ارقام بسیار خوبی رسیدیم که به بیماری‌های مختلف من جمله سیاهک مقاومت بالاتری نسبت به ارقام شاهد دارن. در برنامه هفتم توسعه میزان تولید ذرت علوفه‌ای 18 میلیون تن و دانه ای 2 میلیون تن هدف گذاری شده است. در مورد ذرت علوفه‌ای قطعاً به اون هم قائم رسید. در مورد دانه ای برنامه ما ماکسیمم به 25% تعهد خود اتکایی 2.6 میلیون تن هم ذرت و هم جایگزین هاش. مؤسسه ما ارقامی از ارزن و سرگم رو در دست معرفی قرار داد که با برنامه ریزی ها میشه 20% نیاز به دانه ذرت رو در داخل کشور تولید کرد.
به گفته کارشناسان مؤسسه تحقیقات بذرنهال کشور 98% بذر ذرت مورد نیاز کشور در داخل تولید میشه و تنها 2% به خاطر تنوع بخشی به ارقام داخلی از خارج از کشور وارد میشه. احمد حمیدی خبرگزاری صدا و سیما. منابع فلسطینی از حمله تانک‌های رژیم صهیونیستی به بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه خبر و شلیک مستقیم به این بیمارستان خبر می‌دهند. هنوز تصویری از این حملات و وضع بیمارستان منتشر نشده، اما برخی منابع از هدف قرار گرفتن ایستگاه اکسیژن بیمارستان و شهادت چند کودک بر اثر قطع اکسیژن خبر می‌دهند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز جبالیا را هم به شدت بمباران کردند. در این حملات 13 خانه هدف قرار گرفت و دست کم 150 نفر شهید و زخمی شدند. بیت لاهیا هم بامداد امروز هدف حملات شدید توپخانه‌ای قرار گرفت. همچنین در جنوب نوار غزه بر اثر حملات هوایی و توپخانه‌ای صهیونیست‌ها به خان یونس دست کم 28 نفر به شهادت رسیدند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد هیئت حماس برای شنیدن دیدگاه‌های ارائه شده به قاهره رفت، اما تغییری در موضع جنبش به وجود نیامده. اسامه همدان گفت میانجیگران به هیئت مذاکره کننده حماس از احتمال پیشرفت گفتگوها خبر دادند، اما هیئت حماس بر اصول جنبش تاکید دارد. اسامه همدان افزود رایزنی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و مشاور بایدن در منطقه به قصد توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی نیست و بی‌تردید این بار هم فرستاده صهیونیست آمریکا به دنبال امتیازگیری برای اشغالگران است. شهرک نشینان و خانواده‌های اسرای صهیونیست بار دیگر در تل‌آویو و قدس اشغالی تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان به سیاست‌های جنگی طلبانه نتانیاهو و بی‌توجهی او به جان اسرای صهیونیست در نوار غزه اعتراض کردند. معترضان با در دست داشتن پارچه نوشته‌ها و تصاویر اسرا توقف فوری جنگ و امضای توافقنامه مبادله اسیران را با گروه‌های مقاومت فلسطینی خواستار شدند. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌های از دو عملیات پهپادی علیه اهداف رژیم صهیونیستی در بندر ام الرشراش اشغالی ایلات در بامداد امروز خبر داد. رسانه‌های صهیونیستی پیشتر از فعال شدن آژیرهای خطر در جنوب فلسطین اشغالی خبر داده بودند. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد روز پنجشنبه هم 4 عملیات پهپادی علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و جولان انجام داده. یک منبع در مقاومت اسلامی عراق در گفتگو با شبکه الجزیره گفت رزمندگان این گروه مقاومت در 48 ساعت گذشته 15 هدف را در داخل سرزمین‌های اشغالی هدف حمله قرار دادند. گروهی از مردم کره جنوبی به حضور شرکت‌های صهیونی در نمایشگاه فناوری دایگو در این کشور اعتراض کردند. آنها با برگزاری تجمع و تظاهرات قطع همکاری نظامی سئول را با تل‌آویو خواستار شدند و با اعلام این که رژیم صهیونیستی از فناوری برای نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها استفاده می‌کند، از دولت کره جنوبی خواستند صادرات فناوری و سلاح به سرزمین‌های اشغالی را متوقف کند. مجلس کره جنوبی هم لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که خواهان آتش‌بس در نوار غزه است و از رژیم صهیونیستی می‌خواهد به اشغال سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد. نخستین نیروگاه صنعتی تولید برق در خوزستان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینی به مساحت 8000 متر مربع احداث شد. ظرفیت نیروگاه در مرحله اول 0.8 مگاوات و هدف از راه اندازی آن پایداری برق شهر اهواز است. برای اولین بار بخش خصوصی در خوزستان وارد عرصه تولید برق شد. ناترازی برق مشکل همه مردم، ما این نیروگاه رو افتتاح کردیم که بتونیم یه باری از رودوش مردم برداریم تو مثلا تو تا
تابستون بتونن از برق نعمت برق برخوردار باشن. اعتبار این طرح تولیدی 400 میلیارد تومان است که نیمی از آن از طریق صندوق توسعه ملی فراهم شده. با توجه به تخصصی داشتم، با توجه به علاقه‌ای که داشتم و بومی خوزستان هستم، ساکن اهواز هستم، بچه همین استان هستم، لذا برق رو، صنعت برق رو، تولید برق رو به عنوان یک کار زیربنایی برای اقتصاد کشور تشخیص دادم. مشکلات متعددی پیش پای این تولید کننده بوده که 15 سال راه اندازی این واحد زمان برده. از سال 1988 این کار استارت خورد. با تمام گرفتاری ها، بحث تحریم ها اثر داشت. جنراتور را از آلمان آوردم به سختی. برطرف شدن مشکلات در ستاد اقتصاد مقاومتی همه چیز را برای تولید فراهم کرد و در 6 ماهه اخیر هم حدود 46 واحد نیمه تعطیل را احیا و از بیکار شدن 20912 نفر جلوگیری کرده. قبل اینجا کار مشخصی نداشتیم، ولی با افتتاح اینجا، با راه‌اندازی اینجا، خدا رو شکر صاحب شغل شدیم. ما در ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات این شرکت رو مطرح کردیم. این شرکت با تولید برق 28 مگاوات و بخش اول و فاز اول با 8 مگاوات امروز شروع به کار میکنه انشالله. هدف از احداث این نیروگاه هم تأمین برق پایدار اهواز است. همچین نیروگاهی با همچین ظرفیتی در زمستان برق بیش از 20,000 خانواده رو میتونه در اهواز تأمین بکنه. مرحله دوم نیروگاه هم سال آینده قرار است راه اندازی شود. این نیروگاه بخش خصوصی در فاز اول خود در زمینی به مساحت 8,000 متر احداث شده. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز. امروز جمعه 4 آبان، 21 ربیع الثانی و 25 اکتبر است. اذان ظهر ساعت 11:48 و اذان مغرب ساعت 17:35 است. از همراهی شما سپاسگزارم. روز بخیر و خدا نگهدار.